عرضم به حضورتون که آقای نخلمدی، این مجلس یه مجلس کاملا ویژه است، یه مجلس خاصه تو این در واقع اتفاقاتی که تو ایران میفته، مجلسی که در واقع نباید باشه. این اگر این تعداد آرایی که نماینده ها واردش شدن، وارد این مجلس شدن رو محاسبه بکنید، در واقع درصد خیلی پایینی از جمعیت ایران رو تشکیل میده و یک مجلس فرمایشی بیش نیست. اما آنچه که در این مجلس اتفاق افتاده اینه که حجم اصولگراها بالاست و یک مجلس کاملا اصولگراست که از همین الان هم شمشیر رو از رو بستند برای این در واقع نظام و اینکه میخوان به سمتی پیش برن که آقای خامنه ای میخواد. ظاهرا اهل سنت جایگاهشون چجوریه تو این مجلس و آنچه که برای ما مهم هست همین نقطه است. اگه ممکن هست کمی در مورد شرایط اهل سنت در مجلس قبلی بفرمایید، اگرچه که این مجلس ها، مجالس و این انتخابات ها اعتباری نداره، اما بالاخره وجود دارن و مکلف میکنه ما رو که در موردشون صحبت بکنیم، به امید اینکه روزی مجلسی قدرتمند رو ما در ایران داشته باشیم با حکومتی توانمند و مدبر و با ارزش که بشه بشتونیم بگیم این حکومت حکومت ایرانه. در خدمتتون هستم، اگر ممکن است وضعیت اهل سنت رو بفرمایید، چگونه بوده و انتظار میره که چگونه خواهد بود، تحلیل شما. والا جناب مهندی، خب در مجلس گذشته ما نهایتا یک فراکسیونی با بین 20 تا 22 نماینده اهل سنت داشتیم. حالا اینکه این فراکسیون چقدر توانایی داشت یا چقدر امکان اینو داشت که مؤثر باشه، خصوصا در بحث‌های مناطق اهل سنت و قوانینی که به نفع اهل سنت باشه، خب بحث کاملا متفاوتی است. برای نمونه میشه گفت ما در قانون انتخابات وقتی که می‌خواستن تصحیح بکنن مجلس دهم قانون انتخابات رو می‌خواستن تصحیح بکنن، فراکسیون اهل سنت آمدن و درخواست کردند که سهمیه برای اهل سنت در نظر بگیرند در انتخابات، یعنی یک سهمیه ثابتی بر مبنای تعداد شهروندان اهل سنت، یک سهمیه ثابتی در مجلس در نظر بگیرند. فرض بفرمایید شهروندان اهل سنت یک پنجم یک چهارم جمعیت ایران هستند، بر اساس همین بیان و تعداد مشخصی از اهل سنت رو در این قانون انتخابات قرار بدن. این مسئله با مخالفت سایر نمایندگان و مشخصا هیئت رئیسه که خب به حال تحت یا زیر بلیط مستقیم آقای خامنه ای بود مواجه شد، یا در مسائل دیگه وقتی که ما نگاه این می فقط کنیم عذر میخوام صحبتون قطع میکنم، این موضوع و این طرح فقط برای اهل سنت بود و برای سایر اقلیت ها هم بود، مثل اصلا زرتشتی ها، نمیدونم مذاهب دیگه یا گروه های دیگه؟ نه، ما خب بزرگترین چیزی که جمعیت، حالا اسمش میگم اقلیت که ما الان در ایران هستن اهل سنت هستن، که جمعیت قابل توجه هستن، کسب قابل توجه از جمعیت هستن. بر اساس همین خب قبلا هم جمع مفتی مسئله مطرح شد، یعنی شما وقتی که بخش قابل توجهی، خب آمار در مورد اهل سنت بارها راجع به مسئله صحبت کردیم، ما یک مشکلی داریم در مورد آمار بین 10 میلیون تا 25 میلیون در نوسان هست که ما چقدر واقعا جمعیت اهل سنت هستن. اما نهایتا اگه ما یک متوسطی هم بگیریم، یک چهارم تقریبا از با 82 میلیون جمعیت ایران، یک چهارمش رو میتونیم بگیم اهل سنت هستن. بر اساس این یک چهارم در مجلس ما باید خب در نهادهای انتخابی ما باید یک بخشی از مشخصی از نمایندگان به این شهروندان در واقع، چون وقتی اسم نماینده هست به هر حال نماینده به عنوان در واقع افکار میاد، به نماینده افکار عمومی است، نماینده یک قشری هست که دارن در این کشور زندگی میکنن، نیازهایی دارن، توقعاتی دارن، درخواستهایی دارن، و طبیعتا این یک چهارم هم باید به همین اندازه یک چهارم نمایندگان در مجلس داشته باشن که بتونن به حقوق اونها رسیدگی بشه. حالا این به معنای نیست که مثلا اگر یک نماینده غیر اهل سنت از یک منطقه بره رسیدگی نمیکنه، اما خب طبیعتا شاید دردمندی اهل سنت رو یک نماینده اهل سنت بهتر شاید بدونه. بر اساس همین ما در حوزه های دیگه، در مجلس خبرگان، در مجمع تشخیص و بسیاری از جاهای دیگه هم قبلا
مقامات اهل سنت اعلام کردن که انصاف بر این هست که شما یک سهمیه مشخص رو برای اهل سنت قائل باشه. اما خب تا الان طبیعتا مثل بقیه درخواست‌ها و حقوق اهل سنت این مسئله هم پشت گوش انداخته شد و با توجیهات مختلف در واقع رد شد. خب حتی در متأسفانه در خود این فراکسیون اهل سنت هم کسانی بودن که این مسئله مخالفت کردند در مجلس دهم. اما خب نهایتا میخوام بگم که اهل سنت در ایران وقتی که ما نگاه میکنیم در مجلس هم حتی اگر به حال نمایندگانی باشن که این نمایندگان دلسوز باشن و بخوان پیگیر کار اهل سنت باشن، اونقدر بروکراسی در مجلس و سیطره نهادهای مثل نهاد بیک رهبری و سپاه پاسداران قوی هست که عملا در واقع مجلس رو از ماهیت اصلی خودش به دور میکنه. به خاطر همین هم هست ما خب در یک کلیت کلان مجلس عملا قدرت، چون مستقل نیست، قدرت و توانایی احیا یا احقاق حقوق شهروندان رو نداره و از طرف دیگه خب یک فراکسیونی که زیر مجموعه مجلس هست صد چندان ناتوانتر هست برای اینکه بتونه خب این مسائل رو پیگیری بکنه.